دادستان شهر آلبرویل در فرانسه که تحقیقات در مورد حادثه اسکی مایکل شوماخر را بر عهده دارد، روز چهارشنبه تایید کرد که قهرمان مسابقات فرمول 1 جهان هنگام این سانحه خارج از پیست اسکی می‌کرده است. در مورد سرعت مایکل شوماخر هنگام وقوع حادثه در روز 29 دسامبر گذشته، آقای پاتریک کنسی دادستان آلبرویل سخن را به یکی از دستیاران خود استفان گوزون افسر ژاندارمری واگذار کرد. او روی قسمتی از پیست بود که شیب زیادی نداشت و سرعت او هم به نسبت همین شیب بوده است، بدون اینکه با دادن پیچ و خم او تلاش خاصی برای کاهش سرعت کرده باشد. مایکل شوماخر هنگام وقوع حادثه اسکی کلاه ایمنی بر سر داشته است، کلاهی که بر روی آن دوربینی نصب بود. فیلمی که توسط این دوربین ضبط شده نشان می‌دهد که مایکل شوماخر احتمالاً با سرعت زیادی در حرکت نبوده است.